الان 4 سال از سوئد اومدنم میگذره. نمیدونم چرا ولی هیچ وقت این کشور حس خونه بودن رو بهم نداد. بعضی اوقات میگفتم شاید به خاطر آب و هواش یا مردمش باشه ولی واقعا من با هیچ کدوم اینا مشکلی ندارم. انگار خونه بودن ربطی به کشوری که توشم نداره. آخه آخرین باری که حس میکردم خونم چند وقت پیش بود که تو مسافرت خانواده‌مو کیمیا که عزیزترین آدمای زندگی من پیشم بودن. برای همین تصمیم گرفتم برگردم خونه. برای ایران رفتم مشکل سربازی داشتم و تو سایت سفارت یه چیزی پیدا کردم که اگه 3 سال یا بیشتر خارج از ایران بوده باشی با یه مهر مخصوص و تغییر پاسپورت میتونی دو بار در سالو به اندازه 3 ماه بیای ایران و برگردی. یکم طول کشید ولی بالاخره کارامو انجام دادم و پاسپورتمو وسایلمو جمع کردم و قراره برم فرودگاه. تمام مدت تو مسیر کلی ذوق داشتم که یه جورایی قراره دوباره حس خونه بودن رو تجربه کنم چون کیمیا اومده پیشم. چطوری؟ خوش اومدی. خیلی ممنون. سوئد رو درخشان کردم شدیدن شدیدن. یه رنگ دیگه نداره سوئد. دقت کردی تنها کسی که اینجا ماسک زده خودتی؟ هیچکی دیگه ماسک خواست بودم. میدونم فکر کرده بودی من اومدم ایران، برنامه ایران دارم برای چند وقت دیگه، واسه همین من پیشاپیش از تمام عزیزان گونی به دستی که اومده بودن فرودگاه استقبال عذرخواهی میکنم، از بچهای یوتیوبر و استریمری هم که پیام داده بودن از اونها هم عذرخواهی میکنم. چند ماه دیگه ولی میبینمت. الان منو دارید میبینید؟ نمیگید قراره کجا ببرمت؟ همه جا ها. الان اینجا بچه ها میریم قایق سوار میشیم میریم اون طرف. اینجا آره چالمرز و جیو جفتشون اینجا. من همینجا درس میخوندم اونجا این پشت اینجا چیز میرفتم. چرا؟ خیلی راه میومدی. اصلا خیلی اذیت میشدم من واسه درس خوندنم میدونی؟ موقعی دریایی میخورن آدم ها. نه معلومه که نمیخورن آدم ها رو. این چه حرفیه؟ اینجا چه خوب آدم بیاد ورزش صبحگاهی. ورزش صبحگاهی واقعا فکر کن ساعت 5 صبح بیدارت میکنم. آره خب از این جاگینگ های شروع جاگینگ های خب دیگه چی؟ هیچ جایی اگه ندایی بولت اینا تو اگه بولت بدن تو آب میمیری؟ من نمیمیرم تو میمیری چون من از آب میام بیرون. اینجا یه قایقه میاد وای میسته اونا پیاده میشن ما یه دقیقه وقت داریم که بعدش سوارش. یا کن من با این دوربین دارم میگیرم و این دختره رفته گوشیشو برداشته که اینجا فیلم بگیره واسه خودش. من گوشی ما از دبی خریدم. خریدی؟ خریدن. اینجا زعفرون یه رستوران ایرانیه. اونورم منظرهشو میبینی چه جوریه؟ کنار این یه رستوران ژاپنیه که قراره ببرم اصلا. اینجاست. آره. غذا و همه چیشو اینجا گذاشته. بفرمایید داخل. ما غذا که داشتیم سفارش میدیم میساق از برلین اومده اینجا. بعد داره ریاضی محض و شاخه فیزیک این خرخونتر از من. این یه دونه استثنان. حال جدی خودت میخواستی خواهی خانواده گفتن؟ اتفاقا خانواده میگفتن باید اشه مهندسی باید خود من یه آدم بشه در لجبازی هستم که خودم خواستم برم این دارم. بچه این همون بچه فامیل هست که میزنن تو سر. فوق دکتر اوکی. بعد مثلا کار تحقیقی اینا میشه با کار چیز دیگه هست اصلا بشه؟ آره کامپیوتر کوانتومی بیگ بنگ تئوری میده. چرا بهش نمیاد؟ از بهش میاد خیابونای جیری کلاری بشه کف داره. آقا موفق باشی. از خجالت کشیدیم از به آره از برلین اومده الان گوتنبرگ اومده مسافرت. موفق باشی دوست. غذا این بنده خدا رسیده بعد کیمیا داره. ببینید ترکیب آفریقایی ژاپنیه. آفریقایی چهار تا چوب چون باش. این غذای این بنده خدا رو میخوای بده من عکس بگیرم. این بنده خدا گشنگی داره جر میخوره بعد تو گذاشتی اینجا. اینم تازه نشونش بده برنج کوچیک نرم چیزه پپسیه نوشیدنیه. اینا تو ایران نیست بکنم. پیش غذای ایشون رسیده. اختاپوس همیشه سرقام خوب بوده. یه مزه سوختگی میده نمیده؟ جویده نمیشه. آره خیلی جوید چوییه نخرید. این یه چیز خاص داره مزهش.
اولا بوش یه بوی سوخته طوری داره، بو کنی اصلا اینجا جزغاله شده. نه واقعا بچه چرا تو بدونی واقعا خوشمزه هست. مزه این دل و جیگر رو اینا میخوری آفرین، ولی مزه چربی میده. نه مزه چرا خدایی خوبه ولی چرب نیست. چرب میده من خوشمزه هست آشان اینگاه قضروفه. آفرین اینگاه داری قضروف قضروف چنجر رو ولی خوشمزه بچه واقعا خوشمزه. نه خیلی دیدید میگم دوست ندارم برم میخورم. آره دوست نداری ولی تون تون. آره تمام اجازه دیمی کنی. اینم دامپلینگ های گوشته با سس مخصوصش. همه چی هم جعفری داره، گارنیش کلن جعفریه. کلن آره اینا از اینا زیاده. بردار یه دونه از اینا مال سوئد نی. این غذای چیزه ژاپنیه. مثلا جنس پاستا توره، پاستای نرم. خب آره که توش خمیره. مثلا حالا هر چی دیگه گوشت خمیره. آره گیرشکیه که سرخش نمی‌کنی، آبپزش می‌کنی. این غذای شماست. غذای منه؟ بله این ماهیه سالمونه. این ماهی سالمونته. این خوبه قلقل می‌کنه جلوت. نمیدونم به این سالمون اینقدر خوشمزه است. اول سالمون اینجا خیلی تازه است، اصلا کلا اینجا شهریه که سالمون و ایناش همیشه تازه است. هر جا بری سالمون خیلی خوب میتونی بخوری. بعدم اینکه اصلا اینجا هم خیلی خوب درستش میکنه. میبینی چقدر تازه و خوبه، خیلی باحالم پختتش. بعد کنارش سبزیجات داره، چیزای خوب داره، قشنگ اصلا چیز پرفکت. آره کوچولویی و نانازی. مراقب خودت باش. بای بای. این ما تو این تایم 100 تا غذا خوردیم، این کلا یه 4 تا دونه میگو خورد و داره میره. بریم کردیم میزا. آره هنوزم گشنمه. هنوزم گشنم. مراقبت کن. خوشحال شدیم دیدیم. جدی؟ نمیمونه. چند بار پاریس رفتی؟ آقا من نمیمونه. چرا؟ ما چه ایرادی داره؟ با هم میریم. من باهات میام. مشکلش چیه؟ آقا جان من دنیا دیدم. درست. آدم باید بره تا بدونه. بله. حضرت سعدی. آها. تعریف می‌کنه میگه که دل که باید بزرگ باشه. اینو تو کجاش میگه؟ دیده در دل است و بس. اینو گفته. ای حافظا. حضرت سعدی میگه ای حافظا. خب من حافظا نه ای حافظا. سعدی هم نمیگه، میگه میگه ای حافظا. بچا ما کانتاکت داشتن دیگه. کانتاکت اصلا تو یه تایم نبودن ولی باش. من شیراز به دنیا اومدم. اینو راست میگی واقعا. اینجا بستنیه. بستنی میخوای؟ بستنی بگیری. بستنی. بستنی سبز آبی. دیدی سوئتی چی نداره واسه اینکه بهت نشون بدم. باحاله. الان سرسبز و باحاله. بعدن هیچی نداره. زمستون میومدی هیچ کاری نمیتونستی بکنی. ملت افسردن همه اینجا که آه فلان میرم خونه برمیگردم. اصلا هیچ خبری نیست. از اینکه اومدی اینجا خوشحالم. خوشحالم که خوشحالم که اینجایی.